ایالات متحده آمریکا به مقام‌های اتیوپی و اریتره هشدار داد که در صورت ادامه خشونت و کشتار شهروندان غیر نظامی منطقه تیگری به استناد قانون ماگنیتسکی علیه کشورهای ناقض حقوق بشر تحریم‌های اقتصادی اعمال خواهد کرد. جزئیات در برگردان فارسی گزارش سیندی سین. بیش از 6 ماه درگیری مسلحانه میان نظامیان اتیوپی و اریتره و جبهه آزادی بخش تیگرای موجب مرگ هزاران نفر و آوارگی 2 میلیون نفر از خانه‌هایشان شده و قریب به 5 میلیون نفر در معرض خطر قحطی و گرسنگی هستند. از همین رو باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا در جلسه استماع روز پنجشنبه اتفاقات تیگرای را مشابه نسل‌کشی دارفور دانست. همه ی طرفین درگیر مجرم و متهم به پیدایش این وضعیت هستند. اما گزارش های ما نشانگر آن است که اتیوپی و اریتره و شبه نظامیان متحد آنها نقش اصلی را در شرارت و کشتار فجیع مردم دارند. و ما شاهد جنایات جنگی از نوع جنایت علیه بشریت هستیم. باب منندز و گروهی از سناتورهای ایالات متحده از وزارت خارجه آمریکا خواستند هرچه سریع‌تر بررسی وضعیت تیگرای و احتمال وقوع جنایت علیه بشریت را تکمیل و روشن کند. جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آیداهو نیز وضعیت تیگرای را مشابه نسل‌کشی دارفور و رواندا دانست. نماینده USAID، آژانس آمریکایی برای توسعه بین‌المللی هم در گزارش خود در سنا شدت وحشیگری و گستردگی تجاوز به زنان و دختران تیگرای را بی سابقه دانست. گزارش ما نه فقط از دامنه و ابعاد خشونت‌های جنسی و تجاوز به زنان و دختران پرده برمی‌دارد، بلکه روشنگر تلاش همه‌جانبه و عمدی برای از بین بردن خانواده‌ها و فروپاشی جامعه تیگرای است. برخی از متجاوزین زنان کشیش‌ها را هدف قرار داده و به آنها با چنان شقاوتی در جلوی چشم خانواده‌شان تعرض می‌کنند که دچار نقص عضو شدند. علی‌رغم شواهد مستند و گزارش‌های معتبر، دولت اتیوپی مدعی است که اغلب کشته شدگان شبه نظامی هستند و آمریکا را به مداخله در امور داخلی آن کشور متهم می‌کند.